خلوصان اینجا مرکز شهر ایگدیر هستش، همینجور که میدید سمبول شهرشون رو، اسم شهرشون رو گذاشتن و خب یه مسجد خیلی بزرگم پشت تصویر من هست که حالا بعدا میریم اونجا هم میبینیم، فکر میکنم که یکی از جای دیدنیشون باشه. همینطور این میدون رو هم اگه زحمت کشتین بگیر، از میدون هم کلن بگیر، این میدون رو هم میبینید که تقریبا همه چیز اینجا هست، هم بانک هست، چند تا بانک اینجا من الان دیدم، هم این که چند جا برای سیم کارت میتونید اقدام بکنید که الان من چند تا قیمت گرفتم سیم کارتاشون با اینترنت، یه چیز حدود بین 230 تا 300 لیر شبکه‌های مختلف ترکیه الان به شما سیم کارت و اینترنت رو با هم میدن. خب بچه ها زراعت بانک رو میبینید که کنار همین مسجده هست تو همین خیابون. دوستان خیلی پرسیده بودید از قیمت اجاره ها. ببینید توی این شهر اجاره خونه شما میتونید پیدا بکنید حتی با ماهی 1000 لیر. این خونه‌ای که دوست من گرفته الان یه خونه سه خوابه هستش، ماهی 1000 لیر بابت اجاره داره میده، 1000 لیر بابت قیمت‌های آب و برق و گاز و به قول معروف انرژی و اینها میده. بعد رستوران های خیلی خوبی داره که قیمت ها واقعا مناسب هستش، غذا رو شما میتونید از تقریبا 20 لیر پیدا بکنید به بالا. که خب این خیابونی که الان مشاهده میکنید توی تصویر، خیابونی هستش که دو طرف خیابون پر رستوران و کافه است، تقریبا یک جای تفریحی هستش که مردم مراجعه میکنن و دیگه خودتون مشاهده بکنید. بچه ها برای این که به شهر ایگدیر برسید از مرز بازرگان بایستی ابتدا سوار مینیبوس بشید، بیاید شهر دوبیزی، از مرز تا دوبیزی مینیبوس ها 30 لیر باز بگیرن ازتون، یعنی قانونیش فعلا 30 لیره. بعد از دوبیزی تا ایگدیر هم قانونیش 50 لیره، یعنی شما با 160 هزار تومان از مرز ایران میتونید به این شهر برسید و تقریبا 7-8 تا هتل داره توی اون خیابونی که یکم قبل از این خیابونه. بعد یکی از مزایاش اینه که شما تمام مسیرها رو به صورت پیاده میتونید برید، یعنی چون شهر خیلی کوچیکی هستش، مراکز دولتی، بانک ها، هتل ها، بازار ها، همین خیابونی که الان میبینید کافه رستوران ها داخلش هستن، همه توی این منطقه واقع شدن، یعنی شما در عرض در ساعت مثلا 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت کل این منطقه رو میتونید برید ببینید. قیمت های لباس و پوشاک ها، این ها تقریبا قیمت های خوبی هستش که حالا کلیپ جداگونه براتون گرفتم که اونها رو هم با هم دیگه خواهیم دید. خلاصه الان تو تصاویر مشاهده میکنید الان شب هستش، مسابقه فوتبال هم بود بین بارسلونا و گالاتاسرای که خب این رستورانایی که این بازی رو پخش میکردن خیلی شلوغ شدن و آدم آمده بودن که بازی رو مشاهده بکنن، برای شما پخش زنده‌ای داشتم که توی پیج هستش میتونید برید ببینید. توی همین رستوران بود فکر کنم رفتیم غذا خوردیم، غذاش هم واقعا خیلی خوب بود، یه پیتزا و یه دونه غذای حالا خوراک مرغ بود تقریبا که خیلی هم خوشمزه بود و خیلی زیاد هم بود، یعنی برای دو نفر واقعا زیاد بود، سه نفر رو کامل به راحتی میتونه سیر بکنه این غذا. تقریبا شد 109 لیر، حدود 200 هزار تومان پول غذای ما شدش. خب دیگه غذایی که شما برید توی یک بهترین رستورانی که توی این خیابون بود همون بود تقریبا، برید توی بهترین رستورانش بخوری حدود 200 هزار تومان در دو نفر، یعنی نفری 100 هزار تومان در میاد. که خب غذا تقریبا ساندویچ شما میتونید از من نگاه کردم 12 لیر 15 لیر هم بود و قیمت تقریبا از 24 هزار تومان 30 هزار تومان پول ما شما میتونید غذا هر یه وعده برای یک نفر داشته باشی، حالا تا 100 هزار تومان. خب بچه ها توی این شهر اغلب مردم
آذری زبان هستن به نوعی. بچه ها ایگدیر میدونید یکی از شهرهای ایران بوده و در زمان قاجاریا از ایران توسط روس‌ها تو ترکمنچای جدا میشه، جنگ ایران و روس، و بعدن جنگ بین عثمانی و اون روس که رخ میده، این بار روس شکست میخوره و ایگدیر میاد برای ترکیه دیگه، میاد سمت ترکا میمونه. بنابراین شیعه توش زیاد داره. حالا تو کلیپ های بعدی نشون میدم که بالاخره خیلی مردمش کارهای مذهبی اینا انجام میدن، یعنی برای حالا برخی از آدمایی که شاید بیشتر به مسائل مذهبی اهمیت میدن شهر خوبی باشه برای اونها. بالاخره هر شهری مزایا و معایب خودش را داره، ایگدیر هم همین اتفاق براش قطعا میفته. من دارم فقط شهرها رو به شما نشون میدم که ببینید که به چه صورتی میتونید اونجا بمونید یا زندگی کنید یا مسافرت کنید یا امکاناتش چی هستش که بتونید بهترین تصمیم بگیرید. قطعا شهرهای دیگه را هم به همین صورت کامل بهتون نشون خواهم داد. اولین شهری که شروع کردیم و همینجور میریم شهرهای مختلف تا برسیم استانبول و بعد بریم ازمیر و آنتالیا و برگردیم شهرهای مختلف رو ببینیم. قیمت‌ها رو هم خدمتتون خواهم گفت. همه مسائلی که مورد نیازتونه مطمئن باشید که توی برنامه‌های پیج بهتون خواهم گفت. بنابراین شما هم لطف کنید حتما پیج ما رو دنبال کنید، لایک بزنید و برای من کامنت بذارید. خدا نگهدارتون.